نمیدونم اینو چه تعبیری بکنم، که اتحادی که در بین مردم پیدا شده بود. در توی بازار اختلاف نظر خیلی بود، خیلی اختلاف نظر بود، که اختلاف نظر در حدی بود که گاهی نزدیک به دشمنی میرسید بین ثروتمند و غیر ثروتمند و رئیس و مرؤوس و بالا و پایین و این حرفا، و در سایر اقشار هم اینجوری بود، در سایر اقشار. ولی آخر کاری چنون اتحادی پیدا شده بود که این اتحاد واقعا غیر قابل وصف بود. و بازار شوخی نیست، خیلی مهمه بازار تهران، که بازار تهران یک روز که تعطیل باشه میلیون ها تومان به مردم ضرر میخوره و مشکلات ایجاد میکنه. قریب به 7 ماه بازار تهران تعطیل بود و کمر دولت در حقیقت همون تعطیلی بازار شکست، که اگه تعطیلی بازار نبود شاید سایر مشکلاتش دولت میتوانست حل کنه. البته اعتصاب کارگران نفت هم خیلی مهم بود، تخلیه سربازخانه از به وسیله سربازها اونم خیلی مهم بود، ولی به نظر من مهمترینش بازار بود، که بازار اقتصاد بازار مملکت فلج کرده بود و واقعا چهره دولت شاهره در جهان یه قدری خراب کرده بود یا تیره کرده بود. و به علاوه مردم وقتی که می‌دیدن بازاری ها اینجور بودن جری می‌شدن و قوت قلب پیدا می‌کردن و تو میدون می‌آمدن. با توجه به اینکه بازاری ها کمک هم می‌کردن، کمک‌های بسیار شایانی، که من یادم بعد از هر جریانی که اتفاق می‌افتاد یک عده‌ای بودن که الان بعضی‌هاشون منفعلند و کنار نشستن و بعضی‌هاشون متواری‌اند یا زندانند یا کشته شدن و بعضی‌هاشون هم الان با دولت موجود، دولت وقت، دارن کار می‌کنن، پول جمع می‌کردن، پول‌های خیلی زیاد، و به در خانه تمام کسانی که احتیاج داشتن، از کسانی که شهید داده بودن، از کسانی که مجروح داشتن، از کسانی که استطاعت توانایی اداره خودشون نداشتن کمک میشد، پول میدادن، بررسی میکردن، و اینا خودش همش باعث تحبیب میشد و تجمع، که مردم محبت به هم پیدا میکردن و تجمع پیدا میکردن و خیلی خیلی خوب بود.